ده روز پیش در این بازار کوچک گلوله افراده طالبان فرق مادر را شکافت که 35 سال سن داشت و 9 ماه باردار بود و قرار بود تا چند روز دیگر نوزادش را به دنیا آورد. برای پیدا کردن چگونگی رویداد سر به خانگی نرگس قربانی ماجرا میزنم. کودکان قد و نمقد که دیگر از محبت مادر محروم شدند. این نیلوفر 11 سال است. هرچند هنوز خودش کودک است، اما پس از این باید برای برادران و خواهران کوچکتر از خودش مادری نیز کند. نیلوفر گواه لحظه شکافته شدن فرق مادرش نیز بوده است. وی دید است که گلوله یک نظامی طالب چگونه نصف سر مادرش را ربود. او از آن روز به بعد شوک است و براحتی حرف نمی زند. اما نوزادی که در بغل دارد یحیای 10 روز است که پزشکان در بیمارستان نجاتش دادند. یحیایی که مادرش را ندیده و هرگز نمی بیند. این ماجرا حقیقت تلخ دیگر نیز با خود دارد. با وجودی که مادر این کودکان کشته شده است، طالبان هیچ اعتنایی به این خانواده نکردند و تمام تلاش عبدالخالق همسر نرگس نیز برای دادخواهی بی نتیجه مانده است. گفتن که ما ایرا پیگیری میکنیم، اما متاسفانه کدام بررسی صورت نگرفته. ما در حوزه مربوطش که مربوط حوزه 18 هم میشه مراجعه کردیم، اونا با ما گفتن که ما ایرا با شما را خبر میدیم، اما از تاریخ 20 آبال ما کدام از طرف از اینا کدام بررسی شوه دیگه شما هیچ ندیدیم، فقط ما را اینا گپ دادن. بی پروایی طالبان به این رویداد تنها کار این گروه نیست. به گفته یکی از شاهدان رویداد، قاتل با جنگ افزار گواهان رویداد و اعضای خانواده نرگس را تهدید کرده است که دنبال ماجرا نباشند. تهدیدی که سبب شد خانواده نرگس نتوانند حتی نام قاتل را پیدا کنند. ساعت 7:30 بیگا بود که مو قماندانش قدمو نفر سربازی که زده بود می خانم به شهادت رسانده بود، آمد در شفاخانه. شفاخانه آمد، ما نامش را پرسیدیم که نامتون چیست؟ میخواستیم اگه آدرس دقیق از پیشان بگیریم، ما رو تهدید کرد و نام خودم نگفت و رفت برآمد شفاخانه بیرون شد. پس از کشته شدن نرگس، سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد نرگس در نتیجه درگیری میان دزدان و افرادانان کشته شده است و از تحقیقات بیشتر در این مورد سخن زد. ولی گواهان رویداد میگویند شلیک یک طرفه بود و هیچ فرد مسلح در برابر قاتل نرگس وجود نداشت.